سلام و درود فراوان من بر یکایک همیهنان عزیزم و تمام عاشقان ایران. باری دیروز تولد کوروش کبیر بود، 4 آبان، 7 آبان، 2 ابرقدرت‌های بزرگ دنیا که برای دنیا صلح و آرامش می‌خواستند و نعمت صلح و زن و مرد دین‌ها همه برابر هم کرد و چنین حقوق بشری رو در دنیا به سر رسوند به نام کوروش پهلوی. کوروش پهلوی من که میگم چون هم کوروش به وجود آورد هم محمد رضا پهلوی آریان ما، اینا واقعا در نسل ایران و نسل دنیا برای ملت دنیا قدم های مثبتی رو داشتن. روح جفتشون شاد و بدونین ای کوروش، همینطور که شاهنشاه آریامهر ما گفت بخواب که ما بیداریم، یعنی یه ملت بیدارتن، یعنی در فکر تو هن. کوروش شاه بزرگ، شاه شاهان، آسوده بخواب زیرا که ما بیداریم. در چین و خوتن ولوله از هیبت ما بود، در مصر و عدن قلقله از شوکت ما بود، در اندلس و روم عیان قدرت ما بود، قرناطه و اشبیلیه در طاعت ما بود، صقلیه نهان در کنف رایت ما بود، فرمان همایون قضا آیت ما بود، جاری به زمین و فلک و ثابت و سیار. همین امروز دنیا درباره کوروش صحبت کنه. دیروزم در لس آنجلس یونس عزیزم دوست من در راهپیمایی بزرگ تمام کلیمیا و تمام اسرائیلیا و اونایی که به حقوق بشر احترام گذاشتن جمع شده بودن و واقعا چقدر زیبا بود که چنین افرادی در روز تولد کوروش کبیر راهپیمایی بزرگی رو در لس آنجلس انجام دادن. دم همشون گرم. کوروش کبیر، ابرمرد تاریخ، شاه شاهان، پادشاه ایران زمین، شجاع‌ترین و دوست داشتنی‌ترین شاه ایران بود که با گفتار، کردار و پندار نیک خود انقلابی بزرگ در امپراتوری‌های تاریخ به پا کرد. در حدود 2500 سال پیش، یعنی 500 سال قبل از میلاد مسیح یا 1100 سال قبل از اسلام، کوروش کبیر، پسر شاه پارس که مادر او دختر شاه ماد بود، به فرماندهی نجیب‌ترین قبایل پارسی درآمد. او با حمایت مادی‌ها، خرد نیک و همت ولای خود را با هم درآمیخت. با شجاعت و مردانگی اقوام ایرانی آریایی تبار را با هم متحد و با پادشاهان بدکردار و ظالم زمان خیش مبارزه کرد. سپس آنها را یکی پس از دیگری شکست داد و اکثرشان را بخشید و مردم را از ظلم آنها نجات داد و مرزهای ایران را تا دور دست‌ها کشانید. او اولین و بزرگترین امپراتوری جهان را بنیان گذارد، یک امپراتوری که در طول تاریخ همانندی نداشت. آن شخص کسی نبود جز کوروش کبیر. از قول من بگویید، به جباران این جهان بگویید که از ظلمت خیش حتی پلاس پاره ای به گور نخواهید. هشدارتان می دهم، او که به کشتن آزادی بیاید هرگز از هوای اهورا خوشبو نخواهد شد، بخشوده نخواهد شد، بزرگ نخواهد شد. بی عاقبت او که بر پریشانی مردمان حکومت کند، بی فردا او که بر درماندگان حکومت کند. شهریاری که نداند شب مردمانش چگونه به صبح میرسد، گورکن گمنامی است که دل به دفن دانایی بسته است. ما زندگی را ستایش خواهیم کرد، آزادی را و عدالت را ستایش خواهیم کرد. کوروش کبیر نمونه کاملی از صفات اخلاقی را داشت. هر کجا که به عنوان فاتح وارد می شد، برخلاف فاتحان آشور و بابل، نسبت به معابد اقوام بیشترین احترام را نشان می داد. برای تعمیر و توسعه پرستشگاه ها کمک های زیادی می کرد. از هر گونه تبعیض نسبت به پیروان ادیان خودداری می کرد و اجازه نمی داد این احترام بهانه‌ای برای تجاوزجویی و قدرت طلبی کاهنان شود.
کوروش مظهر خردمندی و فردی با فضیلت و شرافتمند است. به گفته هرودوت، کوروش دلیرترین و پرهوادارترین مرد جوان در پارس بود. او فریب زندگی پرزرق و برق را نخورد و بر ارزش زندگی شرافتمندانه واقف بود. واقعا این کلمی ها و اسرائیلی همشون ایرانی هستند، هیچ فرقی نمی‌کنن. اینا در ایران بزرگ شدن، اصالت ایران رو دارن، در اسرائیل بزرگ شدن، اصالت اسرائیل ایران یکیه. انیونس ازم تشکر میکنه، ویدیوهای فرستاد و عکسی از خودش فرستاد که چقدر این افراد عشق صلح و آرامش قدم برمیدارن و دنیا رو وادار کردن که ببینن همه اینا به عنوان عشق صلح در روز کوروش. ای کاش انقلاب هرچه زودتر تموم بشه و ما برگردیم تو ایران و برای مقبره شاهنشاه آریامهرمون بغل مقبره کوروش کبیر آرامگاه آرامش درست کنیم و همه که میرن ببینن دو این ابرقدرت بزرگ و سلجانه در دنیا رو ببینن چقدر جالب خواهد بود. 2500 سال پیش یکی از فرزندان این فرزند کوروش هخامنشی که به همان اندازه که متعلق به ملت ماست، متعلق به تاریخ و عالم بشریت است، کوشید تا با ایجاد تحولی اساسی در اصول حکومتی بیرحمانه جهان آن روز و با بنیانگذاری شیوه حکومتی تازه بر اساس احترام به حقوق و معتقدات افراد، صفحه تازه‌ای را در تاریخ بگشاید. آرزو کنیم که فرزندان ما برای همیشه در جهانی فارغ از بیم و اضطراب به سر برند و در دیدگاه زندگی خیش چیزی به جز روشنایی و امید نداشته باشند. این روزا که همش جنگ و ستیزه و این جمهوری اسلامی همینطور نیروهای خودشو بیفرسته که جنگ این ور و گسترش پیدا کنه، که جنگ ادامه پیدا کنه با یه فلسطین تموم نشه، چون میخوام بقای خودشون در ایران بیشتر کنن و بیشتر بمونن، ولی کور خونن. ملت شب و روز تو خیابوناست، شب و روز داره داد میزنه مرگ بر جمهوری اسلامی. پادشاه جدیدمونو میخوان، آزادیشونو میخوان، حیثیتشونو میخوان. شما صاحب سر خاک آرمیتا چه ولوله‌ای بوده، چه عشقایی، چه صدای مادری، با آدم های ترسیخ میشه. آخه به چه جرأتی، با چه مرامی چنین دخترهای جوان 17 ساله رو به اینجا میرسونیم که برن زیر خاک با تمام آرزوهاشون. واقعا ننگ بر شما، ننگ بر حکومتی که بر ضد انسانه، مخصوصا ضد ایرونی هاست، اومدن ایرونی و پرژی ها رو عبیم ببرن. ولی کور خوندن به قولی مالک خدا بخشیان، نستشی که بازارگاه توشیاره و میدونه به موقع چکار کنه و بلند شده. شاهزاده ما چه حرکت های مثبتی داره میکنه و بانو اول ایران پرنس یاسمین چه حرکت های زیبایی و گفته دخترام هم عاشق که برگردن ایران. بله باید برگردن، اونا دخترای ایران هم اصلا نور پادشاه آینده ایران خواهد بود و افتخاری به نام زن زندگی آزادی قدمشو خواهد برداشت. در سطح مادری که داره هر روز در یه نقطه دنیا قدم برمیداره، دمش گرم بانو. و میدونم تمام بانوان ایران هم پایه و هم ستون بانوی اول ایران هستن و به قدری بانو محبوب شده که جای صحبتی نیست. چرا؟ همونطور که قدم‌های شاهزاده رو برمی‌داشت، قدم‌های رضاشاه کبیر رو برمی‌داشت و در جامعه بدون اشکالی دم و تشکیلات حضور پیدا می‌کنه و صحبت می‌کنه و پرچم شیر و خورشید خودش رو به دست می‌گیره و آزادی ایران رو می‌خواد. چقدر شهامت در این حد. در پیرو به برنامه دیگه هم که بتونیم در همه جا انجام بدیم، در یوتیوب، اینستاگرام، فیسبوک،
لینکدین، توییتر، همین ها پخش خواهد شد. و به نام بدا و سنه، ولی به نام لجندری آف دی لجند، این داستان شروع خواهد شد و انشاءالله بتونیم برای هنرمندانمون، چه خواننده، چه هنرپیشه، چه آهنگساز، چه شاعر، در این برنامه قدم‌های مثبتی برداریم و معرفی درستی رو بکنیم که ملت در آینده باید اصالت این فرهنگ هنریمون رو در هر رشته‌ای متوجه بشه و پشتیبانی کنه و ما هم بتونیم تمام هنرمندان رو در سطح اینترنشنال مانند تمام خواننده های امریکایی یا خارجی ها که داره حق و حقوق خوبی رو بسازن همونطور بشه و ببرن و آینده خودشون رو سیف بکنن. ای زندگی سلام، ای زندگی سلام، ای عزیزای دلم، یه روزی ایوون از پرستوها پر میشه باز. ای عزیزای دلم، یه روزی سبز رو باغچه ها چادر میشه باز. ای عزیزای دلم، دوباره قصه ها از دلامون رونده میشن. ای عزیزای دلم، یه روزی غزلای مهربون خونده میشن. سلام سلام، سلام سلام، همگی سلام، همگی سلام، ای زندگی سلام، ای زندگی سلام. اینجاست که این همبستگی بین ما و هنر برای ملتمون بتونیم افتخار کسب کنیم و بتونیم عرض بزرگی رو وارد مملکتمون کنیم که خودش سازندگی داره. فقط نفت نیست، گاز نیست، طلا نیست، دیگه اینو نمیتونن دزدی کنن که این اصالتمون، این دزدی دیگه نمیتونن بکنن. این متعلق به ملت تاریخمون و با اصالتشون، همینطور که کوروش رو فراموش نمی کنن، شاهنشاه آریامهرمون رو فراموش نمی کنن، رضا شاه اولمون رو فراموش نمی کنن، باید لجندهای ما رو فراموش نکنن. اینا هر کدومشون ستونایی هستن برای فردای ایران. زنده باد ایران، جاوید باد پرچم شیر خورشیدمون، زنده باد شاهنشاه پهلوی دوممون و بانو یاسمین، زنده باد زن، زندگی، آزادی.